سلام، من امیرم. خوش اومدید به یه ویدیو آموزشی دیگه از کانال نهنگ پیسی. توی این آموزش قراره یاد بگیریم که چطور ویندوز 7 رو روی وی ام ور نصب بکنیم. خب سوالی که الان پیش میاد اینه که چرا ما از وی ام ور استفاده میکنیم؟ چرا اصلا نمیریم مستقیما ویندوز رو روی سیستممون نصب بکنیم؟ وی ام ور یک نرم افزار مجازی سازیه. در اصل ما از VMware استفاده میکنیم تا بتونیم کنار سیستم عامل اصلی که داریم سیستم عامل های دیگر رو هم داشته باشیم. خب این کار یه سری کاربورد ها داره. کاربورد هاشو الان من میتونم به شما چند تاشو بگم. یکی از کاربورد هایی که وجود داره تست سیستم عامل های دیگه است. مثلا الان ویندوز 11 جدید اومده و شما میتونید توسط همین VMware این ویندوز 11 رو روی سیستمتون تست بکنید تا اگر مشکل یا ایرادی قرار ایجاد بشه توی VMware ایجاد بشه و روی فایل های اصلی خودتون و سیستم عامل اصلی که الان دارید اتفاقی نیفته. مورد دوم اینه که شما ممکنه بخواید یه نرم افزاری رو استفاده بکنید که خیلی قدیمیه و با سیستم عامل فعلی شما سازگار نیست. مثلا من ویندوزم 10 و نرم افزاری که میخوام استفاده کنم ویندوز مورد نیازش XPه. خب تو این شرایط من نمیتونم نرم افزار رو به راحتی اجرا کنم روی این ویندوز، پس میام از وی ام ور استفاده میکنم و یه سیستم عامل قدیمی مثل XP رو روش نصب میکنم تا بتونم نرم افزارم رو اجرا کنم. توی قسمت بعدی میتونیم برای سخت افزارها این کار رو بکنیم. شما سخت افزارهایی هم که قدیمی تر هستن رو شاید نتونید برای ویندوزها و سیستم عامل های جدیدتر نصب بکنید. برای همین موضوع باز ما میریم سراغ VMware و پیشنهادمون اینه که از VMware استفاده کنیم. یا متخصصین شبکه و برنامه نویسا هم خیلی دوست دارن کنار ویندوز یه سیستم عاملی مثل لینوکس داشته باشن تا بتونن تمام کارهایی که میخوان رو راحت انجام بدن. و باز میتونید از VMware استفاده کنید و نسخه های مختلف لینوکس رو روش نصب بکنید و کارتون رو انجام بدید. خب نکته ای که قبل از این کار باید بدونید اینه که سیستم مورد نیاز خودتون رو برای اجرای این کار باید داشته باشید. اول از همه باید بدونیم که خود نرم افزار VMware یه سیستم مورد نیاز داره که علاوه بر اون شما وقتی میخواید یه سیستم عامل هم روش نصب بکنید اون سیستم عامل هم باز یه سیستم مورد نیاز داره و سیستم عامل فعلی هم که دارید استفاده میکنید باز خودش یه مقدار از منابع سیستم شما رو اشغال میکنه. پس برای این موضوع بهتره که شما سیستم خوبی داشته باشید تا بتونید تمام این کارها رو کنار هم به صورت موازی انجام بدید. برای همین آموزش امروزمون که ویندوز 7 رو می‌خوایم روی VMware نصب بکنیم، من پیشنهادم اینه که حداقل باید سیستم 8 گیگ رم و یه سی پی یو چند هسته‌ای رو داشته باشید تا بتونید راحت این کار رو انجام بدید. حالا با توجه به سیستم عامل‌های متفاوتی که ممکنه شما انتخاب بکنید، این کانفیگ و این سخت افزار میتونه متفاوت باشه تا بتونید راحت‌تر کار بکنید. ولی این دیگه حداقل چیزیه که میتونید این کار رو باهاش انجام بدید. پس بدون هیچ معطلی بریم تو کارش ببینیم چه جوریه. خب اول از همه میریم سراغ نصب خود نرم افزار VMware. من این رو قبلا دانلود کردم، شما هم میتونید خودتون دانلود کنید. ستاپ رو اجرا میکنم. خب زمانی که فایل ستاپ اجرا شد من نیکست رو میزنم و اگریمنت رو اکسپت میکنم و نیکست میکنم. توی این قسمت هم مسیر نصب رو تغییر نمیدم و نیکست رو میزنم. توی یوزر اکسپریانس ستینگ هم تیکا رو بر میدارم و نیکست میکنم و دوتا تیک مربوط به دسکتاپ و استارت منو رو میذارم باشه که روی دسکتاپ و توی استارت شورتکات این نرم افزار ایجاد بشه. خب صبر میکنم تا این نرم افزار نصب بشه. خب فینیش رو میزنیم و نرم افزار رو اجرا میکنیم. حالا سریال نامبر رو باید وارد کنم. زمانی که سریال رو وارد کردیم کانتینیو و فینیش رو میزنیم. خب حالا نرم افزار برای ما باز شد. حالا روی کریت نیو ویرچوال ماشین کلیک میکنیم و نیکست رو میزنیم
و روی دکمه بروز کلیک میکنم و آدرس فایل ویندوزم که با فرمت ایزو هست رو به VMware معرفی میکنم. خب زمانی که فایل ایزو رو معرفی کردیم یک نام برای ویندوزمون انتخاب میکنیم و سپس روی نیکست کلیک میکنیم. البته میتونید نسخه ویندوز رو هم اینجا انتخاب بکنید. من نیکست رو میزنم و یس. خب حالا از ما میخواد لوکیشن جایی که قرار این ویندوز رو نصب بکنیم رو انتخاب کنیم که بعد باز من نیکست میکنم و تو این قسمت از ما میخواد یه مقدار از هاردمون رو برای ویندوز مجازی اختصاص بدیم که من بهش دست نمیزنم و به صورت همون پیش‌فرض میذارم بمونه. نیکست میکنیم و فینیش رو میزنیم. خب تو این قسمت VMware شروع میکنه فایل ایزو ما رو خوندن و وارد محیط نصب ویندوز میشه. تو این مرحله دیگه صبر میکنیم تا نصب ویندوز تکمیل بشه و به صورت خودکار مراحل طی میشه. فقط من سرعت ویدیو رو توی این قسمت زیاد میکنم تا این مراحل رد بشه و برسیم به مرحله بعدی. خب ویندوز 7 مون روی VMware نصب شد و بالا اومد. چون کابل لند به سیستم من وصل هستش الان کارت شبکه رو شناسایی کرد و به اینترنت هم کانکت شد. من ضبط در این رو میزنم. نکته ای که هستش الان من میخوام آیکون کامپیوتر رو روی دسکتاپ هم داشته باشم. این رو هم اضافه میکنم. و اگر دقت بکنید الان رزولوشن صفحه من مناسب نیست و تصویر خیلی کوچیکه. کلیک راست میکنم روی دسکتاپ و اسکرین رزولوشن رو انتخاب میکنم و یک رزولوشن مناسب با مانیتور خودم رو انتخاب میکنم.
اگر این رزولوشن رو مناسب با مانیتور خودتون انتخاب نکنید، ممکنه صفحتون دفرم یا سیاه بشه، که در این صورت کافیه دکمه اسکیپ رو روی کیبورد بزنید تا برگردید به رزولوشن قبلی. نکته دیگه ای هم که وجود داره اینه که توی منوی اون بالای VMware یه قسمت VM داره که از توی اون قسمت شما میتونید ریمویبل دیوایس ها و دستگاهی که از طریق USB به سیستم وصل هستن رو مدیریت کنید، یا یه سری تنظیمات دیگه هم توی این قسمت در اختیارتون هست. این هم از نصب ویندوز 7 روی VMware. ممنون که با ما همراه بودید. اگر سوالی یا نکته‌ای هست توی کامنت‌ها از ما بپرسید. ممنون میشم که ما رو با لایک و سابسکرایب حمایت کنید.